خب با سلامی دوباره به یکایک که شما بینندگان عزیز، منصور سپهبند هستم، نظاره‌گر برنامه تاک شو هستید. مهمان این هفته، مهمان عزیز این هفته، آقای بابک صحرایی، ترانه‌سرا، شاعر، نویسنده و صاحب امتیازی یک مجله هم هستن که به موقع در موردش صحبت خواهم کرد، که آقای بابک صحرایی صحبت من با ایشون از در داخل ایران هستش، به طور مستقیم تلفنی در گفتگو با ایشون هستیم. جناب بابک صحرایی عزیز، شما تجربه ای که دارید، من میخواستم ببینم که علاقه و یا به عبارتی تست و کشش مردم هموطنان عزیز من در داخل کشور چه نوع ترانه‌هایی رو میپسندن و یا تست و علاقه هموطنان خارج از کشور، به خصوص چون جمعیت ایرانی نشین در خارج از کشور در لس آنجلس مقام اول رو داره، یا در ارتباط با همین زاغه هموطنان، حالا به صورت مجموع یا به صورت، اگر بخواید یه پرانتز باز کنید خوشحال میشم، در مورد لس آنجلس هم یه اشاره بکنید که چه تستی رو، چه کششی رو دارن به چه نوع کلام ها و ترانه هایی. اون چیزی که من تجربه کردم به صورت که ارتباط خیلی مستقیمی با اون نوع اثر داره، یعنی نمیتونم بگم مردم ترانه عاشقانه رو بیشتر دوست دارن، چون خود من ترانه های اجتماعی، ترانه های ملی میهنی هم داشتم که خیلی مورد علاقه مردم قرار گرفته بوده، مثل بچه های الباز با صدا آقای معین، مثل گناه بچه ها چیه. نمیتونم بگم که مردم ترانه های اجتماعی و ترانه های میهنی رو بیشتر دوست دارن، چون این همه کار عاشقانه هم مورد استقبال قرار گرفته، و بالعکس هم ترانه های عاشقانه هم ترانه های اجتماعی بسیاری هم بودن که مورد توجه قرار نگرفتن. اون چیزی که من به عنوان تجربه شخصی بخوام عنوان بکنم به این صورت که هر وقت که ترانه حرفی برای گفتن داشته و موسیقی و اجرا هم به صورت مناسب و فکر شده و حرفه‌ای بوده، مورد توجه مناسبی هم قرار گرفته. و از اون طرف کارهایی که فکری پشتشون نبوده، چه کارهای، من از جهت کلام میگم، چه ترانه های عاشقانه چه ترانه های غیر عاشقانه، آنهایی که فکر درستی پشتشون نبوده، اگر هم در لحظه یه توجهی بهشون صورت گرفته، اما بعد مدت خیلی کوتاهی مردم فراموشش کردن. همیشه هم همین بوده. من فکر بکنم هنر در شکل کلیش در هر شاخه‌ای نیازمند اندیشه و تفکر و تعهده تا امید به ماندگاری داشته باشه. کاری که در لایه‌های درونی خودش حرفی برای گفتن نداشته باشه، قاعدتا نمیتونه در طول زمان جاری بشه. به همین خاطر من میتونم بگم که همیشه مردم به کاری که فکر و اندیشه خوبی پشتش بوده و به صورت حرفه‌ای تولید شده، مردم توجه مناسبی نشون دادن، چه در داخل کشور در خارج کشور. بسیار من ممنونم. آقای بابک صحرایی، اگر من از شما بخواهم که بفرمایید خوانندگان جوان ما، خواننده های بعد از انقلاب، الان کدومشون به عبارت خیلی عامیانه کارشون سکه است، شما چه اسمایی رو میبرید؟ آقای سفه، و اسمها خیلی زیادن، یعنی مطمئنم که نمیتونیم تعداد مشخص رو نام ببریم. خوشبختانه موسیقی در داخل ایران بسیار مورد علاقه مردم، استعدادهای فوق‌العاده‌ای ما در خوانندگی داریم که هر کدوم حرفای تازهی برای گفتن دارن. اسمها خیلی زیاده، یعنی در مورد کسایی که با کارهاشو با موفقیت هم همراهه، عموما همین نسلی که
بعد از سالهای 76 77 شمسی بله وارد عرصه موسیقی شدن و همچنان هم دارن کار میکنن. واقعا نمیتونم اسم یه عده خاص رو ببرم چون مطمئنم که اسم خیلی ها جا میفته، اما کلیت موسیقی داخل ایران در تمام این 15 سال حدودا 15-16 سال گذشته رو به رشد بوده، اعتماد مردم رو جلب کرده، مورد علاقه مردم بوده و حالا شاید مثل همه شاخه های هنر در همه جهان شاید دچار یه کارسی هایی هم باشه، اما شاکله اصلیش کلیتش رو به رشد و پیشرفته و مورد توجه مردم هم هست. آقای بابک سرایی شاید در این چارچوب نباشه، شاید هم به هر حال شما داخل ایران زندگی میکنید، علت این که نمیگذارند یا نمیشه یا در یک خط قرمزی هستش که از این خوانندگان مطرح، مثلا میگم رضا فلاحی مثلا، چرا علت این که نمیذارن یا نمیشه که اینا یک موزیک ویدیویی رو تولید کنن و فقط محدود میشه به کنسرتشون یا برنامه‌ای در برج میلاد، علت چیه؟ حقیقتش علت اصلی رو من نمیدونم، این یه چیزیه که قانونگذار بهش دیده و مشخص کرده، واقعا علت اصلیش رو نمیدونم، چون در کنار این محدودیتی که ایجاد شده خب حمایت های زیادی هم از موسیقی داخل ایران صورت میگیره، یعنی این محدودیت یه بخشی هست ولی از طرف دیگه حمایت زیادی هم هستش، حمایت که البته بدیهیه، یعنی اینها بدیهیات وجود موسیقی در هر سرزمینیه. واقعا دلیلش رو نمیدونم، ولی این رو میتونم بگم که موسیقی در داخل ایران حال و روز خوبی داره. شاید در داخل ایران یه سری کارهای تولید بشه که از جهت کیفی، از جهت سطح کیفی یه بخشیش پایین تر از بخش دیگرش بشه، اما اون بخش کلی ترانه و موسیقی داخل ایران هم از انسجام و قدرت خود برخورده و هم مورد حمایت مردم است، هم امکانهای مختلفی هم برای ارائه وجود داره، آلبوم، کنسرت، فیلم سینمایی، سریال های تلویزیونی، شبکه های مختلف داخلی. اون بخش کلیپ رو واقعا من نمیدونم که تحلیلی در موردش وجود داشته که این محدودیت ایجاد شده. چه تعداد خواننده الان واقعا هم از شماره یک یا شماره دو، حالا اگر بخوایم عدد براش تعیین کنیم یا تعیین نکنیم، چه تعداد واقعا الان خواننده در داخل کشور فعالن؟ تعداد خواننده والا من سالها پیش نوجوان بودم، یه فیلم کنسرت خانم رامش دیدم، یه طنزی رو اونجا مطرح کردن که این طنز به حقیقت تبدیل شده، چون خانم رامش تو اون کنسرت گفتن که کم کم هر ایرانی به همراه یه شناسنامه‌ای که داره یه کاست هم داره، حالا اون موقع هنوز چیزی رواج نداشتش، الان تقریبا داره اینطوری میشه، تعداد خواننده ها داره برابر با تعداد مخاطبا میشه، خیلی خواننده زیاده، عدد نمیتونم بگم ولی واقعا زیاد، تعداد خواننده هایی که موفق هستن هم خیلی زیاده. به چی نگاه میکنن؟ به پولش نگاه میکنن؟ به شهرتش میخوان نگاه کنن؟ به چی نگاه میکنن؟ یا اینکه میخوان نشونشون بدن؟ دلیل اصلیش اون توجه جامعه است. اون شیرینی که این توجه با خودش به همراه داره، اینی که خیلی اتفاق افتاده، یه خواننده یه ترک خونده، اون یه ترک رو منتشر کرده و با استقبال فوق‌العاده مواجه شده، خب این شیرینی و حسد روحی خیلی بزرگی داره دیگه. دلیل اصلیش این مسئله است، اینکه خب این نفوذ تکنولوژی به بطن زندگی انسان امروز از یه جهاتی به هنر مخصوصا موسیقی هم خیلی کمک کرده، اینی که الان دیگه مثل گذشته نیستش یه خواننده برای انتشار کارش نیازمند این باشه یه آلبوم تولید بکنه، اینو بره
تکثیر بکنه، پخش بکنه. هر کسی میتونه یه قطعه این رو تولید کنه از طریق اینترنت، فرده روز تولیدش منتشر بکنه. الان هم دیگه اینترنت اصلا جزء لاینفک زندگی مردم داخل ایرانه. یه چیزی مثل فیسبوک هم اضافه شده که ایرانی ها جزء مردمانی هستن که فکر کنم بیشتر از تمام مردمان جهان برای فیسبوک وقت میذارن. مجموعه اینها باعث شده که انتشار کارها هم ساده بشه و این شوقی که در این جوان ها وجود داره به شکل مناسبی هم به مردم منتقل بشه. من جناب بابک سرایی، در آغاز صحبتمون که با هم داشتیم به نیکی شما از سرکار خانم هما میرفشار، خانم زویا زاکاریان، شهریار قنبری، ایرج جنتی، عطای اردلان سرفراز، مسعود امینی که من اضافه دارم میکنم و دیگر آقای امینی، بله از عزیزان جامعه من عرض کنم که کاراشون رو، کارهای آقای امینی رو شما بهش چه نگاهی دارین؟ آقای امینی ببینید جزء ترانه‌سرای صاحب سبک و برجسته ما هم ببینید رسیدن به یه زبان مشخص در ترانه کار خیلی دشواریه. آقای امینی زبان منحصر به فرد و مختص خودشون دارن که برگرفته از گویش به اصطلاح تهرونیه و تونستن با این گویش تهرونی یه پلی بینه، یه پیوند خیلی خوبی بین این گویش اصیل زبان فارسی و مزامین مختلف جاری در بطن جامعه یه ارتباط خیلی خوب ایجاد بکنم و من به خاطر اینکه تمام ترانه‌سراهایی که بردی، تمام ترانه‌سراهایی که در این 100 سال فعالیت کردن رو چون به جزئی ترین شکل ممکن کارشون رو بررسی کردم، میتونم حالا دوستان دارم که در مورد تکلیفشون صحبت بکنم. آقای منصور مسعود امینی از همون کارهای ابتداییشون به عنوان مثلا کفتر کشته پر میزندن نداره، نمیدونم بیگه این گوزه که پایاری رفتن نداره، تن تو نازک و نرمه مثل برگ، دین آیا ترانه هایی که در قبل انقلاب، یعنی آقای منصور مسعود امینی جز اولین کسایی یعنی که شهامت درودن ترانه اعتراضی، ترانه اجتماعی رو داشتن، هیچ وقت این شهامت و تعهد رو کنار نداشتن و هنوز هم این شاخصه رو درشون میبینیم و همیشه هم حرفای تازهی برای گفتن داشتن با اون تفکیه خودشون که قابل دسترسی هم نیست. اگر چیز ساده و در دسترسی بود الان ده ها ترانه سرا مثل ایشون میتونستن بنویزن. کامل من وقتی که به ببخشید صحبت دیگه ای داشتین، معذرت میخوام. بفرمایید من بعد از صحبت شما. نه نه بفرمایید، اگه در ادامه مسعود امینی بفرمایید. من دوست داشتم یه نگاه کلی و گذرا به جریان ترانه با ذکر اظهار داشته باشین که بعد از صحبت شما عرض کنم که وقتی من به کارنامه هنری جناب بابک صحرایی نگاهی دارم، منهای دیگه 500-600 ترانه نوشتن، ترانه سرایی کردن و 500 عدد یا 500 ترانه ایشون هم اجرا شده. یک نگاهی هم که دارم به عزیزانی که نامشون هر کدوم یک وزنه هست، مثل خانم گوگوش در کارنامه هنری آقای بابک سرایی هست، آقای دایوش، آقای موئین، خانم شهره، خانم بیتی، خانم هلن، چقدر قشنگ میگن، استاد حسن شمعی‌زاده، آقای پویا، خانم مهنوش، ستار، مرتضا، واقعا بسیار زیباست، بسیار زیباست. واقعا بهتون تبریک میگن که این عزیزان ما شما رو برگزیدن برای کارهاشون و من اینجا از شما میخوام با اجازتون یکی از کارهای استاد شمعی‌زاده. آقای چه آهنگی رو انتخاب کردین؟ به روز جان از آقای شمعی‌زاده ممنونه. بسیار ممنونم. ممنونم، بله ممنونم. و با ترانه از
بابک سرایی، آهنگ خودشونه؟ آهنگ آقای شمعی‌زاده است و تنظیم نیکان. نگاه میکنیم، برمیگردیم صحبتمون رو با بابک سرایی ادامه میدیم. آقای بابک سرایی ممنونم از زبان آقای شمعی‌زاده بیان کردم. آقای بابک سرایی، اگه من بخوام از شما خواهش کنم در مجموع بخواهید در ارتباط با ترانه سرایی و به طور کلی شعر و آهنگ صحبتی داشته باشید، چی دارید الان برای گفتن؟ ببینید آقای سپهربند، من یه جا داره به یه مسئله مهمی اشاره بکنم. آنچه که ما امروز از به عنوان ترانه میشناسیم مرهون زحمات و فداکاری های نسلیه. این ترانه را با نهایت سختی زنده نگه داشتن. ببینید نسلی که آنچه که ما به عنوان ترانه نوین میشناسیم که از اواخر دهه 40 شروع شد، که آقای شهریار قنبری بزرگ، من دوست دارم همیشه در ادامه این اسمایم لفظ بزرگ هم باشه، آقای شهریار قنبری بزرگ به شکل مناسبی آغازگرش بود، ادامه پیدا کرد، نامهای بزرگی مثل آقای ایرج جنتی عطایی، آقای اردلان سرفراز، آقای منصور تهرانی، سعید دبیری، زویا زاکاریان، لیلا کرزا، نسلی که در قبل از انقلاب این ترانه را به باروری و شکوفایی رسوند و باعث شدش که درد مردم، بغض مردم، شوق مردم در حافظه تاریخی ما حک بشه با بی نهایت ترانه های ماندگار. بوی گندان، خونه، بنبست، دو پنجره، مرداب. من تک به تک اگر بخوام اشاره بکنم، نسلی که به عنوان مثال آقای منصور تهرانی، که من معتقدم آقای منصور تهرانی سالهای یعنی دهه 50 که پرکار بودن در عرصه ترانه، چندین دهه از زمانه خودشون جلوتر بودن. عجیب، آقای منصور تهرانی در ترانه هاشون پیشگویی های اجتماعی انجام دادن که برجسته ترین جامعه شناس های اون دوران هم به این شکل نتونست پیشگویی بکنن. ترانه های زیبایی، باغ بلور، نمیدونم یار دبستانی من، بی نهایت ترانه هایی که کار کردن در اون مقطع. اتفاقی که میفته که افتشو بذاریم تبعید ناخواسته، اسمشو بذاریم کوچ اجباری، این اتفاق شاید در هر سرزمین دیگری می افتاد، آنچه که ما به عنوان ترانه ازش می شناسیم کاملا نابود می شد. اما امثال شهریار قنبری بزرگ، اردلان سرفراز بزرگ، ایرج جنتی عطایی بزرگ، زویا زاکاریان بزرگ و تمام این عزیزان در بدترین شرایط تاریخیشون این بار رو همچنان رو دوششون نگه داشتن. اتفاقا من معتقدم که یه بلوغ دوباره در ترانه ایران اتفاق افتاد که مربوط به ترانه های بعد از کوچ این بزرگانه. یعنی هر آنچه که ما از زیبایی ترانه های این حافظان داریم در بعد از کوچ، در دوران هجرت، یه بلوغ دوباره‌ای درشون ایجاد شد که من فکر میکنم هیچ قشری از ترانه در هیچ جای جهان قادر به انجامش نبوده باشه. به همین خاطر من تمام قد اصطلاحاً کلاه از سر برمیدارم در برابر این بزرگان و به عنوان یکی از کسانی که در ترانه این روزها حضور داره با صدای بلند دوست دارم اعلام بکنم که آنچه که ما از ترانه میشناسیم مرهون و مدیون از خودگذشتگی این نام هاست. ما در هیچ جای جهان هنرمندانش نیاز به این همه از خودگذشتگی نشه. من در دوران معاصر میگم و من در سیسته سال اخیر میگم، وگرنه خب هنرمندها همیشه از خودگذشتگی های بسیاری انجام دادن. اما به این شکلی که در ترانه ایران اتفاق افتاد، من لااقل در ترانه هیچ جای جهان سراغ ندارم و خوشحالم که هنوز که هنوزه این نام های بزرگ، ترانه هایی که می نویسن در اوج زیبایی قرار داره. این هم یه ادسمان در اکثر سرزمین های جهان
اون مشکلی که ما به عنوان ترانه سرا با آهنگساز و اینجور ما میشناسیم از 50 سال به بعد عموما دیگه آنچنان درگیر جریان ترانه و موسیقی نیستن و نمیتونن کارهای ارزشمند گذشتهشون رو تکرار بکنن، اصراری هم ندارن. بله. اما ترانه سراها و آهنگسازهای ایرانی یه اتفاق خیلی ویژه است که هنوزه آثار درخشان رو خلق هم در زمینه ترانه سرای در زمینه آهنگسازی هم همینطوره. آقای شمعی‌زاده، استاد شمعی‌زاده هنوز در یه قله رفیعی در آهنگسازی قرار داره که قابل دسترس نیستش. آقای خیلی از آهنگسازهای بزرگی دیگه، آقای فرید زولان، آقای سیاوش قمشی، آقای صادق نوجودی، خیلی از حالا من با آقای شمعی‌زاده بیشتر همکاری کردم، بیشتر اینو حس کردم از نزدیک. و همین خاطر من فکر میکنم که نسل من باید بسیار خودش رو سپاسگزار نسل پیش از خودش بمونه و آرزو میکنم که یه جوری تو این جهان هیچ چیزی نشدنی نیستش. من آرزو میکنم یه روزی باشه که این فاصله ها برداشته بشه، چیزی بشه که همه